دو ماه قبل رژیم فاشیستی محمد رضا پهلوی با قیام شکوهمند خلق‌های مبارز ایران سقوط کرده است، اما هنوز راه درازی تا آزادی واقعی در پیش است. دهقانی به عنوان بالاترین دستاورد انقلاب خلق‌های ایران در اکثر قریب به اتفاق روستاهای ترکمن صحرا به وجود آمده است. من عبدالرضا حمیدی عضو شورای دهقانی روستای چنارلی هستم که این شورا در حدود یک ماه و نیم پیش از طرف ستاد مرکزی شورای ترکمن صحرا انتخاب شد، بدین ترتیب که همه اهالی را جمع کردن به صورت رفراندوم رأی عمومی گذاشتن، یک گروه را به صورت کاندید انتخاب کردن که از اون 5 نفر که ماها باشیم انتخاب شدیم. الان شما اینجا فقط 3 نفر هستین، 2 نفر دیگه از اعضای شورا کجا هستن؟ 2 نفرشون تو شهر هستن، رفتن برای کارهای شخصی خوش. کارهای اصلی که این شورا به عهده داره تو این ده چی هست؟ رسیدگی به خواستها و احتیاجات مردم این ده هستش که ما رسیدگی میکنیم به کارهاشون، به خواسته هاشون، کما اینکه رسیدگی کردیم در مورد زمین هاشون، زمین های قصبی که در اطراف این ده باشه که خوشبختانه در اطراف این ده نیست، که مربوط میشه به شورای اطراف این ده که اونا خودشون رسیدگی میکنن، و خواسته دیگه شون که حمام هست و از نظر بهداشت خیلی در مضیقه هستن این ده، که ما این موضوع را با ستاد مرکزی در میان گذاشتیم که امیدواریم انشالله رسیدگی بشه. الان فرمودید که این روستا به شکل شورایی اداره میشه، در گذشته به چه شکلی اداره میشد؟ به صورت کت خدایی اداره میشد که فرقهایی با این شورا داشت. ما الان شورا ما را خود ما انتخاب میکنیم
ما به خواست خود ما یک اعتراض به نام شورا میذاریم اینجا با رأی خود ما، ولی قبلا اینجور نبود. هر کس یه پارتی بخشدار بود، پارتی فرماندار بود، اینجا همه کاره ده بود. آیا دولت این شوراها رو به رسمیت میشناسه؟ ستاد مرکزی خود ما که میشناسه، با دولت هم نیه کاره. دشت گرگان عطا‌آباد. کارتون چی بود؟ کارم برای از دست رفته زمین های گذشته به رژیم سابق. شما عضو شورای دهقانی هم هستین؟ بله شورای دهقانی هستیم. خیلی ممنون. ما بیشتر صحبت میکنیم بعدا با هم دیگه راجع به. آقا شما از کجا اومدی؟ بنده از کردستان. از کردستان اومدی؟ بله. کارتون چی بود؟ ما کشاورزیم اونجا. خب الان اینجا واسه چی اومدی؟ برای کمباین. برای کمباین واسه چی؟ به واسطه گندم چیدن، چون اونجا در منطقه استان کرسان مالکین تمام زمین ها را بازو گرفتن و ما نتوانستیم از این زمین ها که دغالت بکنیم. قدرت مالی و جانی نداریم که کمباین بخریم. آمدیم اینجا اقلا لطف بفرمان یک کمباینی که درست به خلاصه برای ما تهیه کنن که چند تا، هرچه دو تا سه تا چهار را باشه، اونجا بریم گندم همون را جمع کنیم. زمین هایی که ما در استان کرسان داریم تمام مالکین بازور قدرت خوشان بردن و تکشیف کردن و هیچی به ما ندادن. من تقاضا کردیم از استان کرسان، خلاصه تا به حال جواب من ندادن. ما راجع به کمباین شما دیروز با هم صحبت کردیم، قرار شد چند تا کمباین به شما بدیم و امروز هم دنبال راننده و سرمکانیک بینا هستیم. هر وقت نارو جور کردیم به شما میدیم، کار شما را راه میندازیم دیگه. ایشون نمید ممبر شوره با طرف هایتوان شوره خیوشی قرصودن گلیم. خب نمیشون گذاشتن ایشون شو که مثلا شورالارا بر دستور برلیه و بطا اینجا مرمزدتلا و شون خاقن نگلیک ده. یعنی وقتل وقتل گلیک شتا خیر نمی خوار و تعلق امر بردن چون فعالیت اتیاک دیگر لردن چیده. شما گاکایی میان این ستاد سر میزنین، اعضای شورا هم هستین، میخوان ببینین که چه کارهای اخیرا شورا ها باید انجام بدن، چه برنامه هایی هست. خب شما واسه چی اومدین؟ من برای این آمدن که داتا انقلاب برای من یک اختصر استاده بود بابت زمین هایی که قبل از انقلاب احالی تطب وزیلی شورا گرفته بودن بابت اون آمدن. خب داد ده وقتش آمدن دستا صلاح کردن باز برنده وقتش واسه چی به شما اختار فرستاده؟ من نمیدونم اون طرف اون صاحب غاصب سرش عزت نشکر کرده بود. شما مگه زمیناشونو پس گرفته بودین حتما دیگه؟ بله، آقای خمینی در فارس به مردم گفت، یک در روزنامه ها به رادیو ها گفته بودن که هر کس زمین غصب شده داره یا پس بدن یا خودشان بگیرن. اهالی به اون استناد رفتن زمیناشو پس گرفتن و آفتاب گردن کشتن. الان هم دادگاه انقلاب شما نامه نوشته اختار کرده که بابت شکایت پسر اون آقا اختار کرده که من سال گفتن که بذر خودش ریخته مال خودش باشه. حالا ادعا به زمین دارن، زمین بغل مال بغل مرمه هست. آمدن که آقای دولشای شخم قسم بکنن جلوش بغل مرمه گرفت نگذشت. حالا خود ما داریم شخم میکنیم تا یا کشته میشیم یا زمین ازش میگیریم. زمین مال خود ما. شما گفتی که 20 درصد پاشه بودن، شما مگه نمیدونستین که این بعض از همون پول شما از همون 18 سال 12 سالی که این زمین شما رو اشغال کرده بودن به دست آورده بودن؟ شما چطور به یه آدمی که سالها دزدیده 80 درصد رو به خاطر اینکه
بعض پاشیده بهش پس دادید. این به امام گفته بود که خرامه، به خاطر 7% به خودش دادیم، یعنی والله نمیدادیم، اصلا یک درصدش هم نمیدادیم بهش، خودمون میگرفتیم. تمام روستاییان و همچنین استاد مرکزی خواستش این بوده که 100% محصول زراعی که امسال در این منطقه کش شده به شوراهای دهقانی که در واقع خود روستاییان باشه تعلق بگیره، ولی به خاطر رفت آمدهای مکرر فودالها به تهران، وزارت کشور، به دفتر امام، به جاهای دیگه، شکایت هایی که کردن، حتی پلاکارد هایی که در وزارت کشور چسبونده بودن که ما برای برداشت محصول گندم گنبد به گروه زربد احتیاج داریم تا ضد انقلابیون را سرکوب بکنیم، و ما خودمون در وزارت کشور مشاهده کردیم که اینها به تمام روستایی ها را ضد انقلاب میدونستن و میخواستن اینها را سرکوب بکنن اینجا، که بعد دولت هم به تبعیت از خواستهای اینها و فشارهایی که از طرف فودالها میومد، مخصوصا نماینده که در این منطقه از طرف دولت به عنوان نماینده تام الاختیار بود، این هم همیشه تحت تاثیر فودالها بود. تصمیم قطعی و قاطع اون شکلی که خود روستایی ها میخواستن نمیتونست بگیره. مسئله 20% به هیچ وجه مطرح نبود، همونطوری که عرض کردم. یه نماینده دیگه غیر از اون نماینده که دفعه اول اومده بود، اومد گنبد، یکی اینا چهار پنج نفر بودن، مثلا از وزارت کشاورزی بود، از وزارت کشور بود، داستان کل انقلاب بود، بعد ژاندارمری کل کشور بود، که اینها در مورد مسئله 20% با توجه به فعالیت هایی که فودالها کرده بودن، حتی اینقدر توپشون پر بود به قول معروف، میگفتن که ما برای این که دونه ای از محصول روستایی ها ندیم، حاضرین 500,000 نفر هم در منطقه سرکوب بکنیم، 500,000 نفر هم نابود بکنیم، و این نظر دولتی که باید هیچ 20% به کسی تعلق نگیره. و حتی میگفتن که از ذره لذره یه نامه‌ای هم به ما نشون میداد وقتی هیئت نمایندگی ستاد با نماینده های دولت مذاکره میکردن، تو این نامه نوشته بود که میگفت این از قول امام من دارم میگم، از ذره لذره از هر کی کش کرده باید برداشتن بکنه، روستایی هیچ حقی ندارن. در حالی که روستایی میگفتن ما 30 سال 25 سال زمینارم از دستمون رفته، حتی اول سالی که از ما گرفتن اینو به عنوان اجاره از ما گرفتن، اگه قرار باشه ما واقعا یعنی از طریق قانونی هم اقدام بکنیم 30 سال اجارمون هم بگیریم، به اضافه این محصول 100% امسالی که باید از اینها بگیریم، محصولات دیگه و مبالغ دیگه هم از اینها ما تازه طلبکاریم. به همین خاطر روستایی هم اموال اینها رو که سر مزرعهشون بود ضبط کردن، شوراها به وسیله شوراها، و همین که 100% محصولی میخواستن. آقای توماج، فکر نمی کنید که ریشه های واقعی جنگ تحمیلی در همین مسئله زمین و محصول نهفته باشد؟ ما 100% مطمئنیم که اینا رو این جنگ گذشته گنبد و فودال ها برای انداختن. ما دلایل و شواهد و حتی از یکی از اعضایی که در اون کمیسیون هایی که نشسته هایی که خود فودال ها داشتن، ما از اون همین مدارکی داریم که اینها در گنبد قبل از جنگ نشسته هایی کردن، مقدار پول جمع کردن و به چند نفر از مرتجعین محلی ترکمن اونها هم پول پخش کردن، و به فرماندار وقت اون وقتی که قبل از جنگ آقای مادرشاهی بود فکر کنم مبلغ 500,000 تومان هم به ایشون واگذار کردن و موظف کردن که این جنگ خانمان برانداز و برادرکشی رو در منطقه ترکمنسرا به راه بیندازن، و اولین وظیفه ای که ایشون داشته در روز 5 بهمن فکر کنم 5 فروردین یه روز قبل از جنگ، اون یه نفر ترکمن بود که به بهانه سیگار فروشی، در حالی که 100 نفر داشتن تو شهر سیگار میفروختن، ایشونو به رگبار بستن و یه نفر اونجا شهید کردن، یه نفر دیگه هم چیز کردن، زخمی کردن، که روز بعدش هم برنامه‌شون به طور کامل اجرا شد، به میتینگی که اهالی ترکمن‌صحرا در مقابل کانون فرهنگی سیاسی برگزار کرده بودن، به وسیله اعضای کمیته مشهد که حتی یه رشوه‌ای هم به کمیته مشهد داده بودن، که از اونجا اعضای کمیته رو وادار کرده بودن که بیاد جنگ گنبد را بندازه، و پشت سر اون هم به وسیله تلفن‌های مکرری که آقای مادرشاهی به کمیته مختلف شهرستان‌ها کرده، و از اونها با وارون نشون دادن جنگی که پیش اومده، از تمام کمیته های شهرستان هم کمک خواسته بود. بده کمی ندب دارم بل گنمه منن وزیفه همه بلمندر آگاهی مدی دشن جامدی بلک گچین شی یورد داکی و جهان ناکی سیاست کردن اطلاع تکن اینی کن ندرم و اتمدی من الف درمائی شدات داری بر تذکر بر اینی و ترکمن حرف نمدا سنیادک بر اول پیش برم ادب کردم البته شتادا صدقا خدا یوردی شعادا شتادا شدار درده سیدن یادنگ در تلاییم نیم
azıcık dertler bilen halen mutluluk insanın şahsına layık zaten. Şu mutlulukla tek yetmez. Sözümüzün sonunda Allah Teala'dan bizim birleşimimizi ve şuralarımızın yayramaklıklarını ve ittihadiye bırak Bir evin ağır toptama Dursun bulgunda çalın gelin şer Gelin şer, çalın gelin şer Hep bir haberi verin halama şana Bir köy tutun yani muhasır bayrağına Yakın bir yana izin kaçırırlar kendin gelin şer Kendin gelin şer Hayt biledik namına leyhan arattır Mekbanlasın yerdin iyisi harattır Şişe kadar piyalede şeraptır Kuyun için mesulun kemin gelin şan Kemin gelin şan Kerumdunun sonlar kadir Allah'a Gıyrat minir seyredir her yana Ay bunda memur hayli çekin bir yana İyisi Türkmeni'nin kemin gelin şan Kadimden biz oruç sadaka verirdik, oruğu orurduk, yığınardık, araba bile getirip öydü, çevreğimize basardık. Evet. Ondan sonra dövüp elimize alardık. Evet. O zaman öğünün her kim tattığından haline göre oruç sadaka deyip verirdik, obalarımıza çağırdık. Evet. O zatımız sonra depolu kalli. Arvatla dedi, kasvetti, bilmedim yine bir zatıydı, yerimizi elimizden alırdık. Evet. Bundan sonra biz atla kalı inni şuğun kuvunna, sol yol mesali anna, cehin tutuyarlı. Sol kadim ku yolu, orada katakanı beliyarlı, biz de sonra bir meraklı mevi üstah geldik. Zemin, azan-ı kesiz kibarru yan kar mı kılar? Ekin, ekin şirin ki, hasıl zahmet kişin ki. İnni kanun-i mübariz-i zanan şu buğday bayrama bir peygami verecek. Türkmen sahranın ayağlar kanuni buğday bayramın tir sürekten bütün yardımsız çalışan kayıkallara ve zahmet keşlere ve yoluma salıyan oğlasına kutlayar. Odasın Türkmen halkın kavaşı, Berkiz'in ilanın, bütün kahramanın birleşiği. Türkmen halkın, hud muhtarılık bilen, hem iktisadi, siyasi ve ferhengi, içtimai varlıklarını yok etmemini isteyen. Yaşasın! Yaşasın yüreğimizde Türkmen halkın şerafetinden, kavmiyetinden defa eden Bizi oğul ertiş bizden zor edivalli, inkılap da turdu, bizde yanadanın övürüp, inkılap bizi alıp verdi. Şimdi bize son mabatından cahit aldı, kaybari. Birer şey ertiğitmün devlet gelip şey yerlerini alacak olsa erçin gidip siz ne mi çok şunlar? Bizden ne artık inkılabın doğru vardı verecek ya yerimizi. Söz hakkımda yetişecek diyecek doğru bilin verecek ya da doğruluşsak da orada alacak bir vuruşsak da orada vuruşsak. Artık şimdi onu biz uğratma gerek. Eğer devleti feli bir kağıt